من این سوال داشتم از خدمتتون، این که حس حسادت وقتی که مثلا من شخصا خودم خیلی این احساس رو در من هست نسبت بقیه، وقتی یه چیزی رو تو زندگی ندارم، حالا از هر چیزی میخواد باشه، انقدر دغدغه ذهنی من میشه و به دیگران حسادت میکنم از داشتن اون چیز، نهایتا به اون چیزی که میخوام میرسم، ولی اون طی زمان میشه گفت واقعا خیلی بار منفی تو ذهن من داره. نمیدونم با این احساس منفی باید چی کار کنم. یه مثالی برای من بزنی. حالا مثلا مثالش میتونه تحصیلی باشه یا شغلی باشه یا حداقل مثلا حقوق باشه یا حتی مثلا رابطه با یک جنس مخالف. که یعنی یک کس دیگه یه چیزی داره، مثل رابطه، مثل تحصیلات، مثل وضعیت مالی یا زیبایی یا اندام یا هرچی، درست؟ و شما اینو نداری. خب در مورد چیزهایی که میتونیم به دست بیارین چی به خودتون میگین؟ یعنی به حسادتتون ابرازش چه شکلیه؟ ابراز نمی کنم حسادتم رو، ولی توی خودم مثلا به خودتون چی میگین؟ دائم ذهنم درگیره به اون آدم، همش دارم فکر میکنم مثلا اون آدم چرا اینو داره، چرا من ندارم، و مثلا این آدم اونقدرم که باید لایقش باشه نیست، چرا اینو داره و من که مثلا شاید لایق تر بودم یا شاید مثل همون آدم بودم، چرا من اینو ندارم. و بعد انقدر درگیرش میشم که بعد وقتا تو طول مثلا مدت دائم ذهنم بهش درگیره و این احساس میکنم انرژی من داره هدر میده از اون رقابتی که سالم باشه که به هر حال بتونم ازش به عنوان در واقع میتونید زغدغه ذهنم نشه، نمیتونم باهاش کنار بیام. بنابراین اون چیزی که من دارم میشنوم این حس حسادت اونقدی نیستش که شما باورتون بر این هستش که شما حق اینو دارین که هر اون چه که دیگران دارن شما هم داشته باشی. چرا من این حس رو دارم. اوکی. و حقتونه، نه اینکه فقط این حس رو دارم، بلکه این حس رو دارم که من حقمه که هر چی که هر کی دیگه داره منم باید داشته باشم. یعنی بله اون چیزی که من دوست داشته باشم، البته یعنی اون چیزی که بتونم. نه متوجه شدم. و اگر به غیر از این باشه عدالت وجود نداره. یعنی اگر یه چیزی باشه که شما بخواین و دیگری داشته باشه و شما نتونین داشته باشین، یه بی‌عدالتی شده در دنیا، درسته؟ آره. حالا من به اون شکلی که بی‌عدالتی تو دنیا نگاه نمی کنم، ولی نه دیگه، هستش دیگه. چرا اون داره من ندارم؟ پس چرا اون داره من ندارم؟ یعنی دنیا زمانی درسته که هر کسی هر چیزی رو که دیگران دارن و ما هم داشته باشیم اگه میخوایم. بله. درست نیست که اونا داشته باشن من نداشته باشم، درسته؟ بله. اوکی. شما تو خانوادتون هم این عدل الهی برگزاره؟ یعنی هر اون چه رو که شما دارین همه دارن و چه شکلیه؟ من مثلا شاید به خواهر برادرم هم حسادت میکنم، مثلا اگه پدر مادر من مثلا یه جایی از نظر مالی به اونا بیشتر توجه کنن یا از هر بابت دیگه ای، اون جاییش که برای من مهم باشه احساس حسادت رو دارم. آها. بعد اون وقت تفاوت سنی ها به چه صورتیه تو خانواده؟ بعد شما فرزند چندمی؟ من فرزند اول هستم. دیگه حقتون از همه بیشتره دیگه. بعد چند تا فرزند هستین؟ ما دو تا فرزند هستیم که من فرزند اول هستم، فرزند بعدی 4 سال از من کوچیک‌تر هست. که خواهرتونن؟ نه برادر هستن. که برادرتون هستن. و همین شما دو تا این؟ بله بله. اوه 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 اوه. خب ببینم، عدل الهی در خانواده شما آیا به این صورته که هر اون چیز رو که شما اون داره، فرزند پسری خانواده، شما هم دارین؟
اگه چیزی باشه که از طرف خانواده گرفته باشیم، مثلا حالا از هر امکانات چیزی باشه، بچگی ترجیح تقریبا یه جور بوده، شاید الان یه ذره تغییر کرده، ولی از بابت شرایطی که مثلا فرض کنیم از نظر مالی اون از من جلوتره، اون با تلاش خودش جلوتر رفته. بهش حسودی میکنی؟ بله، بهش حسودی میکنی؟ نه بهش حسودی نمی کنم. اولش مثلا در تحصیلی یه ذره به خودم می گفتم چرا من نتونستم، ولی بعد خودم تونستم اون قضیه رو برای خودم جبران کنم، به اون حدی که میخواستم رسیدم. بهش الان حسودی نمی کنم، ولی اگر خانواده یه توجهی بیشتر از که به من بکنه، به اون توجه بیشتر بکنه، این منو آزار میده. بهشون چیزی نمیگم، به واکنش نشون نمیدم، ولی توی خودم این احساس رو دارم که چرا مثلا اونجا به اون بیشتر خدمت کردن، یا مثلا بیشتر به اون توجه کردن از اون بله، یه قضیه که خیلی عالی شد که اینو گفتین. ببینم، اگر خانوادتون بدونن که این موضوع شما رو ناراحت میکنه، چه کار میکنن در موردش؟ من مثلا یه موردی بود بهشون گفتم، برگشتن گفتن تو چرا اینقدر حسودی، تو چرا نمیتونی ببینی، میدونی اینطوری واکنششون مثلا به این قضیه اینطوری بود. و بنابراین خانواده در مورد حسادت شما، به غیر از اینکه شما رو تحقیرتون بکنن برای حسادتتون، دنبال کار دیگه ای نمیرن، یعنی نمیرن دنبال اینکه این حسادت شما رو جبران بکنن، یا اینکه مساوی بکنن، یا بهتون بگن که براتون همون کار رو بکنن، درسته؟ مثلا میگم با قبل براتون یه کار دیگه کردیم، حالا این به اون در مثلا نمیخوان بگم باشه ما اشتباه کردیم، یا باشه ما برای تو هم این کار رو انجام میدیم. میگم مثلا ما اگه اون روز برای تو یه کاری کردیم مثلا یه زمان دیگه ای، الان برای اونم این کار رو کردیم. آها، بنابراین اشتباه از خانوادهتون بوده، چون به غلط به شما این دیدگاه رو دادن که قراره که در زندگی هر چیزی رو که یک کسی داره، عین اون رو یکی دیگه هم داشته باشه، ولی اونا مادر پدر بدی هن. آها، شما یه چیزی که توی وجودتون هست و از بچگی هم این تو خانواده پرورش داده شده، این هستش که بر این باور هستین، به دلایلی که برای من الان در حال حاضر خیلی شفاف نیست، که چیزی به عنوان عدل وجود داره و عدل این شکلیه که مادر و پدر باید لغتش هم بایده، باید فرزندانشونو به یه شکل دوست داشته باشن و به هر دوشون به طور مساوی چیز بدن. میدونستی؟ این باوریه که شما داری. باورم نیست، در ذهن شما حقیقت و واقعیته که باید دنیا این شکلی باشه. میدونستی؟ خب من هنوزم الان فکر میکنم که چرا نباید باشه. آخه جونم، دقیقا، نه اصلا درستش اینه از نظر شما. بله، مرسی. تعجب نکنین اگر که بفهمین که اصلا یه همچین بایدی وجود نداره و والدین فرزندانشون، حالا انشالله خودتون نصیبتون میشه میفهمین، والدین فرزندانشون رو مساوی دوست ندارن و اصلا چیزی به اسم این که من باید، مادر پدرها این کار رو میکنن و چقدر بد که میکنن، که فکر میکنن که برای اینکه بچه هم حسودیش نشه، هرچی به این میدم به اونم بدم. خب؟ و از موقعی هم که علم روانشناسی اومده در جامعه، باورشون اینه که از این طریق دارن روانشناسی درست انجام میدن و روانشناسی غلط اینه که فرزندان حسودی کنن به هم، در صورتی که فرزندان چه ما کار هم هر چی به این میدیم به اونم بدیم، این حسودی رو خواهند کرد، هیچ فرقی نمیکنه. حسودی جزوی از فرزند بودنه. بله.
جزوی از انسان بودنه. خب خب درسته. حالا شما عذاب میکشین چون غلطه، باور خودتون رو هنوز متوجهش نشدین و این باور اشتباهتون زیربنای تمام زجر که به خودتون میدین و اونم اینه که من باید هر اون چه که دیگران دارن و به دست میارن منم باید و حقمه که زندگی به همونو بده و اگرم زندگی نده میرم به زور میگیرم و متاسفانه این باعث میشه که حتی دنبال چیزایی برین که دیگران دارن که شما لزوما نمیخواین و وقتی بهش میرسین میگین اه چه کار کردم من که نمیخوام، ولی چون یکی دیگه داره براتون با ارزش برین به دستش بیارین و اون وقته که از ته دل خودتون نمیدونین شما چی میخواین، با یه سری آدما رقابت بی خود میکنین. خب برای مثال این نمیگم شما هستین، برای مثال خانمی پیش من اومده بودن که اصلا این خانم نه بچه میخواست نه اصلا دوست داشت که شوهر بکنه، ولی به رقابت با دختر خاله خودش هم شوهر کرده بود و هم بچه آورده بود، هیچ کدومشون هم نمیخواست، نه بچه ها رو میخواست نه شوهر رو. و وقتی که ما واقعا با خودش رو راست شد فهمید که هیچ کدوم از این دوتا چیزایی رو که به زحمت رفته و به دست آورده و با چنگ و دندون سالها چسبیده و عذاب کشیده هیچ کدومش رو نمیخواسته و نه تنها خودش رو عذاب داده، فرزندانش و همسرش و تمام خانواده رو عذاب داده برای دو تا چیزی که اصلا نمیخواسته. البته خانم دکتر، من بین چیزایی که بین بقیه میبینم اون چیزایی که به نظر خودم خیلی خواستنیه رو من تاثیر میذاره. مثلا اگر کسی پول آنچنانی داشته باشه ولی برای من الان تحصیلات مهمتر باشه، مثلا یا نمیدونم پوزیشن شغلی مهمتر باشه، اون رو رو اون فوکوس میکنم و دنبال اون میرم. البته این باعث شده که تو زندگی بتونم در حال پیشرفت بکنم، ولی اون احساسی که به من تو طی اون زمان روش میده باعث میشه که دائم آره، ولی میخوام یه چیزی بهتون بگم که منو داره تخریب میکنه. دقیقا همینیه که گفتین، به خاطر اینکه اون چیزی رو که اون رضایت درونی رو که زمانی که ما از درون خودمون داره میجوشه که چی میخوایم بشیم وجود داره، هیچ وقت در رقابت با دیگران در رسیدن به چیزی در ما به وجود نمیاد، چون وقتی هم به اونجا میرسین اون چیز رو به دست میارین برای مدت کوتاهی راضیتون میکنه تا برین دنبال اون چیز دیگه که میخوایم به دست بیارین. یعنی شما باید تمام مدت تو حرص و جوش باشین. بله. خب چون هیچ وقت نمیتونین آروم بگیرین و هیچ وقت نمیتونین راضی باشین و هیچ وقت چیزی به عنوان رضایت خاطر و آرامش درونی رو نمیتونین تجربه کنین، چون همش باید دنبال پله بعدی بدوین. و از 4-5 سالگی به این طرف زندگی شما شده یک تلاش بیهودهی برای جبران یک کمبودی که اصلا وجود نداره. و هیچ وقتم این سوراخی که توی وجود شما همیشه احساس میکنین خالیه و همش دنبال پر کردن اون هستین، این حس تهی بودن پر نمیشه مگه اینکه شما اون چه که در کودکی اتفاقی که براتون افتاده که باعث این باور غلط شده که زیربناش هم ریشه داره، اینو برای خودتون اگه حلش نکنین هیچ چیزی توی زندگیتون بهتون رضایت رو نمیده
بهش میرین، میرسین، ولی تو خالیه. بله. خب درست مثل این میمونه که من برم توی مغازه ببینم یه کسی یه ژاکتی رو میپوشه خیلی بهش میاد، بعد بگم منم اینو میخوام، بدون توجه به اینکه اون مدل به من نمیاد، ولی چون تو تن اون قشنگه من میخوام. بعد شما میگین نه اینا چیزایی که من خودم واقعا میخوام، من میگم شما نمیدونین چی میخواین، چون تمام زندگی شما در تلاش و کوشش به دست آوردن اون چیزی است که دیگران دارن و شما ندارین. بله. ولی اون چیز که شما واقعا میخواین هنوز معلوم نیست چیه، چون هنوز خودتون به آرامشی نرسیدین که بتونین به صدای درون خودتون گوش بدین. بله. خب یعنی میدونید من دوست دارم همیشه یه جوری باشه که بقیه وقتی به من نگاه میکنن بگن وای این مثلا چقدر آدم موفقیه، چقدر مثلا یعنی زندگیش خوبه. دوست شما دارم میخواییم بقیه به شما حسودی کنن، دقیقا چون به نظرتون میاد که حسودی یک حس برتره، در صورتی که حسودی حس برتری نیست. حالا اون چیزی رو که من بهتون توصیه میکنم این هستش که قبل از اینکه بیشتر از این خودتون رو عذاب بدین و آزار بدین و دنبال چیزهایی برین و زندگیتون رو حروم بکنین که شاید واقعی نیستن براتون، یه چند جلسه رو روی خودتون کار کنین که این ریشه این درد رو درمانش کنین. نه اینکه حسودی چیز بدیه، حسودی اتفاقا چیز خوبیه، بد نیست، منتها مال شما سالم نیست. فقط فرقش اینه، مال شما عذاب روحی عاطفیه. درسته که تو زندگی باعث پیشرفتتون شده، ولی اون پیشرفت جبران اون زجری رو که به خودتون میدین رو نمیکنه. چون به محض اینکه به اونجا میرسین، حالا ذهنتون میره سراغ این که آها بذار برم اون یکی چیزارم به دست بیارم. بله. و نهایتا هدف اینه که شما به یه جایی برسین که همه حسرتتون رو بخورن. ولی جایی که من برسم که همه حسرت منو بخورن جایی تنهاییه. اون وقت حالا من حسرت اینو میخورم که به اینجا رسیدم ولی هیچ کس رو ندارم، چون همه حسرت خورن. با حسرت خورا که نمیشه دوست شد. میدونین چی میخوام بگم؟ تنها میمونی. اینم مطمئنم که خیلی ها هستن که حسرتتون رو میخورن، خب ولی اینم بهتون رضایت نداده، فکر میکردین میده، ولی حالا حسرت اونا رو میخورین که من هنوز حساسه یه دیگرشون دارم میخورم. آره حسرت اونا رو میخورین که چقدر داره بهشون خوش میگذره و چقدر دوست و رفیق دور و برشون و چه زندگی اجتماعی خوبی دارن و چقدر دارن حال میکنن. بله. چون زندگی شما پر حسرت خوراست. بله. بعد آخه کسی هم نمیتونه باتون دوست بشه، اونا همه دارن حسرت میخورن. اگه کسی هم میاد دوست میشه یه آدم حسوده، یا بعد از یه مدتی میفهمین حسوده. بله. و جالب اینجاست که من وقتی با یه نفر حسادت میکنم اصلا رابطه من تحت تاثیر قرار بده، ترجیح میدم باش رفت آمد اصلا نکنم، دور از چشم باشه، چون وقتی میبینمش و دارم حسرت میخورم و حسودی بهش میکنم اینقدر احساس منو اذیت میکنه که
ترجیح میدم طرف رو نبینم تا زمانی که به اون چیزی که میخوام برسم، بعد دوباره میتونم رابطه هم روش ادامه بدم. درسته، درست. و همینم بدونین دیگه، میخواین همه حسرتتون رو بخورن، اونا هم نمیتونن با شما دوست باشن. ببینید چه دنیای عجیبی میشه. برای همین بهتون گفتم بیشتر از این آسیب نبینین، این مسئله رو حلش کنین. بله ممنون خانم دکتر، و من از شما بی نهایت خیلی هم بهتون افتخار میکنم. مرسی بهم زنگ زدین، مرسی، سپاسگزارم. ممنونم، شب خوبی داشته باشید. مرسی، مرسی.